عرض سلام و درود و خسته نباشی خدمت تمامی دوستان گل. حالتون چطوره؟ امیدوارم که هر جا هستید سالم سلام و من مثل همیشه لبتون خندون باشه. من فراد هستم و خیلی خیلی خوش اومدید به یوتیوب خودتون. آقا اومدیم یه پارت دیگه از سری بازی های قلب های این فارسیش دیگه، قلب های آهنین چهار، انگلیسیش هم هارس و فایرون فور. آره بازی با پرتغال زادان دان، اینم واسه اون رفیق عزیزمون که میگفت 6 7 ماه دارم کامنت میذارم واسه پرتغال، با خود فرصتش پیش نیومده بود. قبلش که اگریسوار سریای کمپین های مختلف رو داشتیم، الان چش گفتیم اینو اوکی بکنیم. یه نکته بچا، قبل از 14 نوامبر یه سری کشورها هنوز مونده. آره ژاپن رو که گذاشتیم، یعنی شک نکنید ژاپن و آموزشیاش و لایواش و هر چی بخواید ببینید آموزشی ژاپن داریم. میمونه آمریکا. آمریکا رو خدایی نه آموزش داریم، نه پلی دادیم، نه حرکت زیاد خاصی باهاش زدیم و اینا. ایشالا آمریکا رو هم سری آموزشیش و هم سری بازی کردنش رو واسهتون میذارم تا اون مادامی که دیگه آپدیت بیاد و ملنیوم دانم یه کمپین خفن یا با ایران شروع میکنیم دوباره یا با یه کشور دیگه. حالا بچه ها میگن شورش در اومد ایران فلان و اینا، نمیدونم. باید آخه فوکس های جدید بدن اون کشوره به دل بشینه. مثلا همون آمریکایه مثلا یکم داستان داره. سناریو ساختن واقعا کار هر کسی نیست. رن کنون اگریسیواره با لایک و کامنت و سابسکرایبتون بی صبرانه بریم سراغ این ویدیو و این بازی تا ببینیم قراره چه بلایی بر سر دنیا بیاریم. یکم صدای موزیک رو من زیادتر بکنم تا اون بک‌گراند اش بکنید. خب بازی با پرتغال. بچه جنبه کمپین آموزشی نیست ولی در کل چرا من هیچی یادم نمیاد از پرتغال؟ اچیومنت مگه نداشت؟ اگه اینجوری باشه اچیومنت هم داشته باشه زودتر، من خیلی وقت پیش بازی کردم، یعنی واقعا یادم نمیاد. اصلا یه حس حالا غریبه گونه ای دارم بهش ولی اوکی ام. بچه مسیری که ما انتخاب میکنیم فعلا کمونیستا رو نمیریم، فاشیستا رو هم نمیریم، بیایم نانولایت میشیم. بریم آقا ببینیم چه غلطی میتونیم بکنیم بعد از گرفتن برزیل. حداقل یه چهار تا قدرتی، عظمتی، شوکتی، چیزی داشته باشیم بتونیم نمیدونم تو اروپا هم یه تیغزنی بکنیم. ولی بچه بدم نمیاد حاجی یه جوری بازی رو شروع بکنیم سناریو همش این یه اتفاق نیفته. به خدا دارم فشار میخورم، خدا وکیلی تمام سری وانیلا ایران نشستیم، آلمان مثل سگ سال 1941 خورد، اسپانیا نشستیم، آلمان تانک نساخت، فقط کافی فرانسه بشینم سال 1939 آلمان با 67 دیویژن تانکیه میدیوم میاد بالا سرم. اینو قول بهتون میدم. حالا کار نداریم. آره مسیر سلطنتی رو میریم و نظر من اینه که بچه بازی رو چیزش بکنم، نانی سوریکالش بکنم، هر کسی کار خودش بکنه. ببینیم آقا بازی بچرخه دیگه، اصلا بتل رویال باشه، اون بزنه رنده این یکی رو بزنه، شاید واسه خودمونم بد باشه، حتی ممکنه سر برزیل بودم به فنا بریم، مهم نیست، بازی بکنیم لذت ببریم کیفشو بکنیم. الان میام. لود کردیم بازی نانیستوریکال، بریم آقا رنده کنم ببینیم چه خبره. چون از اونجایی که خودمونم نانیستوریکال بازی میکنیم سری من پوش این مسیرها رو بدم که ببینیم داستانمون چیه. چند تا دیویژن بهم دادی؟ 18 تا دیویژن کمی بسیار زیاد است والا. فعلا بید اینجا تو خود پرتغال ببینیم چه خبره. بچه ریسرچ همونو کاملا بیسیک و گیاهی بریم جلو. میدونید من به شخصه 8 سیو نساز، آفرین اینو بساز تا بهت بگم چرا. ببین به شخصه خود منم دلم واسه مولتی پلیر ها و اینجور سبکا و داستان ها واقعا تنگ شده و اولین کامیونیتی تو ایران بودم که با تاها اومدیم بچه ها رو جمع کردیم و رنده کنان رفتیم جلو. حالا تا بازی پلی بشه و استارت با دیسیژن چی داریم؟ دیسیژن هم هیچی نداریم، چرت و چرت و پرت، فارن اینفلوئنس. حالا اینا رو هم چلیمش میکنیم دیگه. آره آره اینا چون زمین داریم هندل میکنیم. آره اولین کامیونیتی بودیم که با تاها تشکیل داریم، همکاری دو شخص شامل نمیدونم 3000 نفر داخل دیسکورد شد اگه اشتباه نکنم، اصلا عدد و ارقام یادم نیست، ولی کلی سابسکرایب با آدم و همینجور سویچ میکردیم. بچه ها میبینم ویدیوی من رو میدم، بچه ها میرفتم ویدیوی تاهار میدم. خب تاهار حالا یه سری درگیری ها و داستان ها داره که نتونست اونجور که باید رنده کنان ادامه بده.
بعد عرضم به حضورتون که آدمهایی بودن که شیلا، آدمهایی بودن که خب موقعی که شما کارت خفنه و خفنترین کار رو دارید میکنید تو ایران، خرابتون بکنن بزنن زمین که اصلا اونجا تونم نمیتونن آره داستان بکنن، ولی مهم نیست. رویل ویدینگ رو بریم، جنگ داخلی آلمان رو هم داریم جیان، ولی دم یه سری از بچه ها گم، حالا من به شخصه اسم نمیبرم، خودشون به شخصه قطعا میدونن کیا رو دارم میگم. حالا من یه سری که بچه های عادی و معمولی رو میبینم، یه سری هاشون که بشناسم، یعنی هیتر خودم بودم، این میخواد پرده رو بذاره کنار، پرده رو بدره بره بالا ببینه چه خبره. این تایم اسکول شدنشه دیگه، صبح وقتی ریکورد میکنیم همین اتفاقات هم میفته. آره یه سری بچه ها دمشون گرم فعالیت میکنن، ما هم حمایت میکنیم، هر از گاهی یه کامنتی چیزی واسه شون میذاریم، نه به خاطر اینکه اصلا داستانی یا چشم داشتی داشته باشیم، بچه هایی که اصلا منو میشناسن اصلا در جریان این موضوعات هستم، ولی یه سری بچه ها کامیونیتی بزرگتر و خفنتر دارن فعالیت میکنن، دمشون گرم، کارشون درسته، حقن. ولی من یه نکته رو بگم بچه ها، سبک ها فرق میکنه، من اینو کلی میگم، من اصلا اتفاق افتاده نه کسی کامنت گذاشت، من خودم میگم سبک بچه ها فرق میکنه. خب آقا تو نمیتونی مثلا تامیکی و با اون یارو چیزه از دست ویدیوشو اون یکی رو ندیدم یادم رفته اسمشو، او این پسره بود اچیومنت ها و اینا رو میاد به ساده ترین روش ممکن میگه، اوکی اون سبک کجا، تامیکی کجا، این کجا، اون یکی کجا، الکس کجا، این یکی کجا. ببین سبکشون فرق فکوله، شما نمیتونید بیاید اینجا بگید الان واو این چرا اینجوریه اون چرا اونجوریه. اتفاقا دممون هم گرم، تو حداقلش ایرانش داریم سبکای متفاوت کار میکنیم. حالا من یکم اگریسوانه و خشنتر و آره داستانتر، حالا بدون ادیت مجبوریم چون ترای هارد بکنیم، وگرنه من دستم بازه، من میتونم قشنگ واسه تون یه ویدیو 20 هلو بدم بیرون، بعد برم به زندگیم برسم به خدا، چون وانلا خوراکمه بچه. 6 ماه از بازی گذشت، همینجور 5 دقیقه صحبت کردیم، خوراکمه. راد ادیت میزنم اصلا نفهمید چی شد چی کار کردم و جای مهم جنگ داخلی الان برزیل، ولی نه ما این کارو نمی کنیم چون آقا سبکمون این نیست. کات کردیم و نتیجه شو دیدیم، حالا کات نمی کنیم نتیجه شم می بینیم. همین الان تو ویدیو شورتمون میگن قدرت ریسرچ آل، یا حسین یه چیزی بچه. این میگه اگه برزیل، انتظار این نداشتم دوتا فوکس بایپس بشه، آره میگه اگه ثبات سیاسیش، هرچند که من احساس کنم باید یه کاری میکردیم روی این ثبات سیاسیش که پایین هست، نانلایدم که حکومتش هم اصلا کلن نیست، به هر حال احتمالا یه جنگ داخلی رو داشته باشیم رو برادر برزیل. نمیدونم بازی نانی سوریکال احتمالا قبولم نکرده، ولی خب این هم هست. مورچیز under rise، این ثبات سیاسی و حزبمون رو قوی تر میکنه، ما در اصل اینو میخوایم. میگه اگه استابیلیتیمون کمتر از 40% باشه و جنگ داخلی شروع خواهد شد. حالا این مسیر سمت راستی چیه؟ جنگ اسپانیا رو داریم، assist requests join the Kallis fight، آهان با کالیسا اوکی میشیم میریم بالا سرشون، the royal Ibrian alliance، با کالیسا لازم میسازنیم و میریزیم رو سر آلمان بدبخت، آلمان و ژاپن و ایتالیا. ولی ایتالیا رو هستم، این فوکس رو ایتالیاش هستم. به هر حال بخش وسط رو بریم، ما فوکس ها رو رفتیم اما شب بایپس شد. الان من فکشن ندارم با این، من یادم بچه های حرکت هایی میزدن. دیسیژنی چی؟ آهان رسترکشن ده فوکس چی؟ مونارچی. این اینو میگه نباید بریم، اوکی خب بذار علال حساب من این کارو بکنم، بریم تو جنگ داخلی دیگه، نهایت ببینیم جریان و داستانمون چی میشه. والا آره داشتم میگفتم بچا سبکو مپکو اینا همه چی فرق میکنه، دمشون گرم، بچه‌ها ادامه میدن رنده کنن، حداقل پرچم کامیونیتی استراتژی بره بالا مهم نیست، هر کسی میخواد اندازه نونش، اندازه اصطلاحا نه اندازه اون چیزی که کار میکنه نونش هم میگیره دیگه، دمش هم گرم، نوش جونشون. به خدا من بخیه و کیف میکنم،
من کیف میکنم بچه ها همین جور دارن میچرخن تو یوتیوب اه ویدیوی جایین ایول ایرانی فلان در... من ببینید خیلی خودمونی هدفم این بود امثالی مثل الکس و تامیکی و فلان و اینا آدم های مختلف کامیونیتی خارجی ورژن ایرانیشو واسه تون درست بکنم ولی خوب ال ایرانی و لغانه و لشدید و لعیخ و الخمیز و الخمیز این حالا گفته صحبت سیاسی حالا بریم تاقه بازی صحبت سیاسی باید بیاد زیر پایین باید یه باید به خدا سخته مثلا من با تو خیلی اوکی بودم روال بودم ولی بخواستیم نفر سوم بیاریم حاجی وا ویلت ها مگه میشد مگه میذاشتن هم نون هم ماست هم کره به خدا نمیشه آقا این خلافت ما چی شد ویک گاورمنت اینو از من گرفتی آیا یک درصد تأثیر رود داشتم برزیل میخوام اینو بفهمم یا لندامو آماده بکنم رود واقعا عجیبه ما که کامل نانالایت شدیم اوکی ولی فکر نکنم سلطنتی 100% گیاهی شدیم این به نوبه خودش جالب بود نه بچه دیدید من چرا دارم کارخونه نظامی میسازم خاطر اینکه سریعتر ساخته بشه آهان خب اینو انتظار نداشتیم بچه رفتیم تو جنگ داخلی حالا من نمیدونم مسیرا رو داریم درست میریم نمیریم اوزامون اوکی هست نیست دنیا عجیبیه خب ببین سویلا و اینا کور بهمون میده کجا هست دورت بگردم سویلا اوه جان این خوبه این خوبه اینو دوست دارم این فوکسه رو ولی یکم رو خودمون کار نکنیم رو اقتصادمون یا حسین باف منفی رو ببین ظلم و ستم از صورتمون میچکه شیت اینو برو فعلا چون رفتیم تو جنگ داخلی حالا من یه فیلد مارشال هم باید پروموت بکنم که چیز نداریم آره کامند پاور نداریم ساعت بازی میذاریم رو سه که جنگ داخلیمون رو سریعتر پیش ببریم ببینیم اونا یار ما رو میزنن یا ما اینا رو زودتر میزنیم خب فقط هم کس داریم دمتونم گرم هیچ چیز دیگه ای ندارین؟ خیلی دوست داشتم وار اکونومی بکنم ولی خب شرایطش رو نداریم و این جنگ داخلی ما اونا از ما بیشترن احتمالا شروع بکنه سلاح خریدن عوضی من ایای عوضی رو بزرگش کردم اینا رو اسکول کن یه استیت هم یه استیته چی گفت گل پسر؟ فارسی حرف بزنی؟ خوبه بچه فشان رو روی اینجا زیادتر بکنم شما به این صورت ای شما به این صورت حمله بکنید اینو بگیرش بچه استیت اینجا رو باید فشار بدیم خیلی روک دارم میگم باید واقعا فشارش بدیم این داره میاد به صورت بازی سه باشه قشنگ میتونیم ماکرو بکنیم بتل پلر فشار بدید بیشتر فشار بدید آره آره خوبه جان یه سری تغییرات دارم میبینم داریم میاد پورتو رو بگیره بچه اینجا پشت رودخونه است باید سیرکل بکنیم حالا میتونیم سرعت بازی رو یکم بیشتر بکنیم خب اینو که رفتید جلو یه دونتون بمونه به این صورت حمله کن آفرین که اونجا سر جات بمونی خب بچه الان چند استیتی شد و اینا دارن دیگه حمله نکنید ولش کنید بذار اون حمله کنه کامونیس ویل افکت یور نیوی عجیبه خب موتین ریپورت دیس شال نیور هپن اگین 500 تا من پاور از دست داریم کجا رفتی تو جنگ شما ها خب تو قراره تا صبح اینجوری حمله بکنی دیگه درسته عجیبه وضعیت سلاحامون توپ هم نداریم بدبختی
باجی سرعت 5 اینجوری سنگین داریم میریم جلو، به فنا خواهیم رفت را. بذار ببینم. آهان، این همون چیزی که من میخواستم. از میان شمایی. اوکی تو بیا اینجا. بچه باید اینو اسکلش بکنیم. پس تو بیا اینجا. ببین بچه دارم استیت شناسی میکنم و من تا حالا تو جنگ داخلی پرتغال زاددان نرفتم، ولی یه استیت بریم جلو، حواسمون به این عوضی باشه، دیویژن آورد بریم جلو. خب ایزی، یه استیت دیگه. احتمالا اینا اتریشن بخورن، 100% گیاهی تضمینی. ما میتونیم کامل اینجا رو سیرکل کنیم، ولی نه، یه دونه دیویژن بیاد اینجا، یه دونه دیویژن بیاد اینجا، بره بالا سر اینا. تو به این حمله کن، تو به این حمله کن، تو هم بیا به این حمله کن. بچه هدف و استراتژیمون اینه که رودخونه رو عبور بدیم و جیب هر رو تنگتر بکنیم. اینجا رو اگه کات بزنیم کامل همه اینا اتریشن میخورن. گل پستر میبینی؟ گل پستر. یا حسین، ژاپن هم وارد جنگ داخلی شد. شیت، ولی من حس میکنم ماجی سر اون فوکسه آخه اینم داره امپراتوری میره. چیکار کنم؟ بذار اینم بیارم کمک این، یکم بچه اسکلشون بکنیم. آهان، گل پسر برو. خب ببین سخت شد، اینو بزن. یکم بچه بذاریم اوضاع استراتژی، ببینیم منطقه چی جوریه. ببین اینا دارن تخلیه میکنن دیگه. این دوتا رو من میخواستم، البته سیرکل که نمیشیم. اینو بزن بچه، بتونیم اینو بزنیم همه اینا رفتن تو سیرکل، جنگ داخلی جی جیه. یه جنگ داخلی خدایی سختی داریم که داریم میزنیم. و دمش هم گرم. تو بیا اینجا، بیا داداش نترس، بیا من اینجام، بیا ایزی. خب خوبه، سیرکل از کامپلیت، تو دیگه حمله نکن. بنازم بنازم حاج فرهاد، تو هم دیگه حمله نکن، دورت بگردم. تمام شد و رفت، ما اون چیزی که میخواستیم و بهش دست پیدا کردیم. حالا داره حمله میکنه. اه حمال بهش کنیم، مجبور تخلیه بکنه دیگه. برو گمشه عقب گل پسر، البته با این اسبه برو. خب خوبه، بس ببینم، تو بیا اینجا، دو تا دیویژن هنوز، تو بیا اینجا. ما بقیه بچه ها همه اینجا رو داریم. آفرین آفرین، بساز واسم. همچنان در حال ساخت و ساز ایران. نه اینجوری، این هم اینجوری. بچه یکم عرصه رو بهشون تنگتر و تنگتر بکنیم. تو هم اینجوری حمله کن. آفرین. آیا باف منفی سیرکل رو داره؟ اتریشه رو داره بیشتر، سیرکل نداره. عجیبه. خب تو حمله نکن، دفاع بکن. ما اون استیتی که میخواستیم اون بچه گرفتیم. این بچه خیلی ساده، اینو میاریم اینجا، از اینجا حمله میکنیم. تو مستقیما حمله کن، تو هم مستقیما حمله کن. یه دونه دیویژن کمکی و بکاپ بیار واسش. ایزی، حالا شما دوتا اینو بزنین. گل پسر. خب این کلیمه رو هم برم حاجی. اوه این عوضی ها دارن میبرن جنگو. باید سری بچه جنگ داخلی رو تمامش بکنیم. بی اینجا من باف نظامی میخوام. میخورین اینو؟ شیت میخورن. ای آقا بیت مرگی اجا سر جاد، باید فوش بدم. عجب گیری کردی، منطقه کوهستانیه، اینجوری میرید جلو. جنگ فرسایشی شخباتی که سنگینی. بگیرش بگیرش، نه یا 4 تا دیویژن سیرکله. خوبه تمام،
یکیتون بیاد اینجا. 5 ریویژن. ایزی. تمام شد رفت. بچه اینم به این حالت 5 ریویژن باف... من نمیدونم چرا باف سیرکل نمیگیرن. عجیب نیست؟ واقعا عجیبه. اوکی. بچه تخلیه نظامی میکنم سریع. به این صورت. آره. عالیه. بید عقب. خب من دقیقا همچین اتفاقی میخواستم. بزنش. خیلی کارم کثیف. خنده جوکری فشاری هیستریکی. میدین اینجا ببینیم. اینجا که دیگه بچه ها بدبخت جیر خورد. بدو 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 بدو. آجی بویس ببینم ما الان چند درصد جنگ رو داریم. تمامه دیگه. این شهره رو میخوایم. اینو میکشی بیرون ازش لطفا. دمت کم. ایزی آقا جی جی. واقعا اصخایی میکنم. واقعا ببخشیدا. خب نه صحبت سیاسی داریم نه وار ساپورت نه مملکت. One of the following must be true. The kingdom of Brazil. خب اگه به من باشه که میتونم باید کسافت بازی بکنم. این داره سعی میکنه حاجی. هنوز داره نانالایت میشه. درست میگم؟ 41-67. آره داره نانالایتیشو میاره بالا. ما یکم زود جنگمون تموم شد. این دیویژن. یو حسین تمپلی تو دیدین؟ حق بود. از حقم یکم اون بدتر. اینجا ببینیم بچه یکم من سلاح بخرم. از برادران بریتانیایی هم بخریم. بیا 4 تا کارخونه. 1 اسلحه. 60 روزه بهمون میرسه. چیز خوبیه. خدای چیز خوبیه. بیا اولویت رو توپخونه ها میذاریم. آجی باید کلی دیویژن من بسازم. الان کالیستام نمیومدن بیرون. عجیب نیست؟ واقعا عجیبه. بچه سلاح همون آروم آروم داره مثبت میشه ها. خوبم هست. اوکی توپخونه ها. پوش توپخونه بدیم. هرچی که بچه میتونستیم پوش ریسرچ ها و اینا رو بدیم. من اصلا هیچ دیتیلز و برنامه ای ندارم راجع به اسم چیز. بگید این عوضی اسمش کیه؟ برزیل. برزیل. ریسرچ اسپید میده این. بچه ها سازمان جاسوسی رو میرم. حالا بهتون میگم چرا. بیا اینجا. این کارو معمولا نکردیم و قرار هم نیست بکنیم ولی استثنا مجبوریم بکنیم. بچه یه پاراپاگاندا این بود کدوم بود؟ آره بوس ایدئولوژی ساپورت رو باید بزنیم روشون. این هم باید دیموبالایز بکنیم نیشنمونو دیگه. چه روز دیگه به چخ رفتیم بخاطر عدم وار ساپورت. بسازید آجی کارخونه های نیوی. میتونید نیوی هم بسازیم ها. نیوی هم به کارمون هم میاد. خب تو بوست ایدئولوژیا. این حزب نانالایدی رو داخل کشورش میاره بالا. این کار رو هم میتونید بکنید. حتی این به صورت قطعی الان نیومده. یکم قدرت بگیره. این کار رو هم میشه کرد. خوبه آجی اینو نریختن بیرون. مگه میشه اسپانیش دیکتاتوری؟ ما این عوضی ها رو میخواستیم. اوه آجی دیمیوالایز اول رو خوردم. اینم که هیچی. اسپانیش آجی این اول فکر کنم مستقیما به فاشیستا اعلان جنگ میکنه.
ریسش اسلات همون بده، خلافت همون بده، عوضی آجی الان فکرم هارد کور تری پرتغاله داریم میبینیم. نه این این که داره نان الایت میشه، اینو میاد، این میاد، این هم تو فکشنمون میاد، هم جنگ داخلش و اینا رو میریم، هم رندش رو بعدن میذاریم. خب 11 تا دیویژن من پاور دیگه یختی، من پاور دیگه یختی که یارو کنسلش کن، نمیذار روی یک دیگه ندارم بسازم. آجی 12 تا دیویژن، 13 تا دیویژن بازم کمه. خب اینو اصلا بایپس شد، جنگ داخلی اسپانیا به پایان رسید و کالیستا هم اصلا به قدرت نرسیدن. این بده یو حسین پاپتشو رو آجی اینا ایناست که بده ها، خدای ایناست که بده. بیا یه آی خدا، مگه میشه، مگه داریم قاعدتا باید نباید این اتفاقات میفته، ولی اشکال نداره. بذار ما هنوز قمار کردیم روی برزیل که اگه برزیل بیا توپخونه های 100% گیاهی، اینا هم 100% گیاهی تزمینی. آه این که پاپت دیگه ای اصلا نمیشه اسپانیا رو گرفت، مگر اینکه کودتا بکنیم توش. واسه من بوف دیموبولایز دارم، آره برش دار. گفتم یه اتفاقاتی افتاده، من این همه اتفاقات تو دنیا افتاده چرا وار ساپورت پایینه؟ ژاپنی چیکار کردن؟ ژاپنی کمونیست خیلی فاشیست، عجیب نیست؟ عجیبه. خب آقا چی شدی تو؟ خلافت ما چی شد؟ حاجی 51% حزب این نانالایده. جاسوس بهم داد؟ ای چه بلایی سرت آمد؟ ای وای خود شوروی هم رفت تو جنگ خود شوروی هم رفت تو جنگ داخلی، یعنی آیا ما میتونیم این فرصت استفاده بکنیم؟ اینو اشتباهی زدم، بوسیدولوژی زدم، بیا اینو باید بزنم. آه جان من یکم بهتر شد، مثلا سری نان الایت بشه. این کار کثیف رو میتونید با مثلا 3-4 تا جاسوس و اینا هم انجام بدید اگه حالا چیزای جاسوسی رو داشته باشید. اوه 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 خیلی اوزاخیته، خیلی اوزاخیته. چرا سیویلیان نساختم؟ به خاطر این فوکس ها. ببین دو تا حالت داره، یعنی که من قمار بکنم برم تو جنگ با اسپانیا که نمیتونیم بریم جاسف تنش نداریم. بس چی بود کلیم دادی به من؟ عوضی این فقط چیزه، تن و فاشیست دنیا چیزه، ایتالیاست. ایتالیا رو هم کشیدن زیر موسولینی، عجیبه دنیا. خیلی اینجوری حال میکنم اصلا نمیدونه. آی این آن الان شد کینگدم آف برزیل، برزیلیا. اوکی اوکی حداقل یکی از پروژه همون هاجی داره میره جلو. لاتین امریکا گین کلیم منتربا کرا بسو 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 برو بستر کل بستر بودو 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 بودو. یا حسین جیسوس کرایست. خب بچه یونیفیکیشن برزیل رو داریم. The kingdom of Brazil proposes unification. The kingdom of Portugal accepts unification. آه هچم درست بود، دقیقا قیافه دقیقا هم قیافه هم یه همچین حالتی کردم. چرا باز کلن بسی شد عوضی شد؟ نوشته بود که برزیل پرتغال رو انکس بکنه، ولی خب آن بیا با من نمیتونم بخندم، مریضم کیدام پخته.
این که هیچ ای آخریه چی میگه؟ آه اکسلنت. شوخی میکنی دیگه؟ داره فوکس میره رنده ما رو بزنه؟ عجیبه. خب یه احتمالا بره تو جنگ. وایسید ببینم بچه، من باید لندامو بزنم فکر کنم. درست میگم؟ من حس میکنم طبق قانون ژنو و کنفدراسیونش باید لند بزنیم، احتمالا تو جنگ داخلی بره. نمیدونم زمان شاه که میرفت، من میدم بچه ها بازی میکنن میرفتن تو جنگ داخلی، حالا شاید واسه ما خار نداشته باشه و نریم، اطلاعی ندارم. آیا همه رو اینجا خب بچپونیم که اتریشن میخورن بچه ها؟ بیارید یه چند تاتون هم سمت نواحی شمالی، یه دیویژن هم به عشق همتون از اینجا بلند. بازی تمام شد، خداحافظ، بریم خونمون. ای وای ایجنت کپچرد. داداش این مال زمان شاه بود، ببخشید. خدای مال زمان شاه بود. خب The Kingdom of نمیدونم فلان. آره ریو دو جانیرو رو روالش. ببینیم چه بلایی سرمون میاد دیگه. ببینیم برزیل رو بگیریم، چهار تا قدرت بگیریم، بعد بریم بالا سر نمیدونم اسپانیا. این من نمیشه تو اینو دور بزنی کمونیست شی. یا میشه تو پیروز شی؟ البته این پیروشه اسپانیا میفته. چقدر هم سریع درجه پاپتیشو حمال آورد پایین. نامصب جنگه. آن کامن ویلز ممبر استیت. نمیدونم درست رفتیم یا چی. الان چه اتفاقی بیفته واسه بود؟ اومد او زیاش هایز ناین. خب حاجی این که خیلی خوبه، کلیم میگیریم رو زمینای کلن جنوبی و اینجا هم کلن فوکس پاپت برادران کمونیست رو داریم. یعنی یه مسیر اینه که جذابه ها، یه مسیر اینه که کلن فاشیست رو رنده بکنیم، مثل ایتالیا، پرو، ونزوئلا. پرو ونزوئلا آج این قرارداد این چیزو داره، من میترسم داستان بشیم با این عوضی. چقدر من پاور گیرمون اومد، وای چقدر کارخونه گیرمون اومد، 61 کارخونه شدیم. دنیا یه عجیبیه. دیویژن همون رو عذب گرفت. شروع بکنیم دیویژن ساختن. سیمانا ویلیام بانجال. خب بچه ها الان دیگه میتونیم سیویلین بسازیم یه چند تا دونه. نمیدونم طبق کنفدراسیون قانون ژنو آیا آمریکا میاد بالا سرمون؟ باید دید. پسند دید. چند تا دیویژن داد؟ 20 دیویژن. تازه اینا زندانی هن. تمپلیتشون خوبه. درسته زیاد به کار نمیان ولی خب بدم نیستن. بیا اینجا جنرالاش که میدی بهم. خیلی حرکتت زشت بود. اینو باید فیکسش بکنید. خدای زشته. خدای زشته اینجا جنرال بهم نمیدید. خب برعکس برزیل و اینا که کلا یکی شدیم. حالا باید ببینیم میتونیم کشورهای آمریکای لاتین و ماتینو بزنیم یا چی. اینم از این کانسومر گوزمون به قول بچه ها بیاد بالا. آخیش آجی چقدر خوب شدیم. حالا تازه جاده پیداست. مثلا من الان به ونزوئلا که فاشیست حمله بکنم چه اتفاقی میفته؟ حالا باید دید. دیسیژن دیسیژن هیچ. اسپانی آجی ای کش جاسیفای وارگول میداد، کلیم نمیداد. من کلیم های اینجا رو تو رو میخوام چیکار؟ میخوام حمله بکنم بهت. به اسپانیا حمله میکنیم، رندشو میزدیم. شوروی هم که تو جنگ داخلی بود. وای قشنگ می... چطور شما میتونی بری تو جنگ داخلی؟
کمونیست چاینا، سوویت یونین، SSSR. هیچ حرفی راجع به آرژانتینیا نداری نه؟ بریم حاجی ببینیم چی میشه دیگه. یه سیف بگیرم ببینیم که پروی ونزوئلای کسی رو بندازیم. کی به کیه دیگه؟ دیسیژن رو چیزش اومده. دیسیژن نه یعنی فوکسش رو داریم. خب ایول بچه ردیف های ساخت و سازمون که فوق‌العاده است. شما 13 تا، شما 20 تا. بیت اینجا بیا ای بابا خط کشیتون رو بکنید، همه رو بدید به این، اسم بزنید بعد بدید به این. یکم خطری میاد هاجی. بسه بچه من لندن رو اینا رو آماده بکنم، شاید بشه یه حرکت هایی زد. شاید اطلاعی ندارم. شما سه تا هم از اینجا لند بکنید به سمت اینجا. ببینیم چی میشه دیگه. یه دونه چارتایی لند زدیم. ناوگان دریایی، به به، اینو دوست داشتم. خب الان ما لندمون نمیشینه که. چرا میشینه میشینه. خب ایر 100% ایر، هیچی نداریم. باشه این عوضی ها دارن عوضی جا دارن بیان اینجا. قرارم نیست پوش بدین و اتریشن خرکی اینجا از آمازون که نمیتونیم بریم جلو. قاعدتا با لند دریایی بزنیم. بذار ببینیم برادر ونزوئلا اوه 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 او چقدرم آماده باشه. ولی احتمالا سر لندینگمون یه سری جابجایی ها سر نوال بیساشون صورت بگیره، چون از لحاظ تعداد و نفرات ما الان برتری کاملا خالصانه و جینگولی مسون رو داریم. به به اوه جون چه صحنه دراماتیک خفنی. این خوبه، این عالیه. بچه بعد از اون باید دیزاین ها رو هم عوض بکنیم، یکم سلاح ها اینا رو قوی ترش بکنیم. یادم رفته بود اینا رو بدم. خب ما الان بچه به کل فاشیستا اعلان جنگ و جاسفای وارگول گرفتیم. الان باید سیو بگیرم ببینم آقا چه اتفاق میفته سر اون قرارداد مونروه. کیه مونرو؟ میشه شما اگریسیوانه حمله کنین؟ دمتونم گرم. خب نه ببین این دقیقا همون چیزی که بازی رو به گرد میکشه دیگه. جنگ با آمریکا. جنگ با آمریکا. ببینید ناخودآگاه میدونید کجا رفتم؟ ناخودآگاه به این مسیر رفتم که شما تا سال قبل سال 1940 میتونید آمریکا رو بندازید با استراتژی درست. ولی به چه شرطی؟ زمین مشترک باش داشته باشیم. کانادا داشت فاشیست میشد، یعنی از طریق کانادا ما میتونستیم پوش بدیم. این که فایده نداره آجی، با آمریکا مستقیما وارد جنگ بشیم که اصلا هیچی دیگه. اوف خیلی این قرارداد رو سنگین کردن. مگه اینکه یه کاری بکنیم با امریکای نون اگیشن پکت ببندیم بازم اونجوری میاد؟ یه جاسوس ها رو بده به من ببینیم، ببینیم چیکار میکنه امریکا. هرچه که بچه لندمون هم نمیشست. خوبه خوبه خوبه. سلاح ها رو بسازیم، ساپورت اکیومنت ها رو چلیم بکنیم، توپامون هم روال بکنیم. قشنگ دیزاین هامون عالیه، یعنی مسیر ساختمون فوق‌العاده است. فوکس ببین الان ما جوسفای وارگول گرفتیم رو اسپانیا.
جنگ با این اسپانیایی به منزله جنگ با شوروی است. این هم که داره میزنه. حاجی ولش کن، ببینیم تو اروپا، ببینیم تو هم اروپای خودمون نوکشت ترکیه هم میتونیم بندازیم. من اسم میکنم ترکیه هم میشه انداخت، درست میگم؟ آره آفرین هاش فراد، کارت درسته، برو بچه ها احتمالا بریم بالا سر اروپا رنده اینا رو بزنیم، یکم قدرت خودمون رو تو منطقه بیاریم بالا و بالاتر، ببینیم اصلا جریان چیه، صندلی رو از من میگیره. آره یکم هیجان بدیم، قوت بدیم به بازی. 17 مارچ 1939 ارتشمون رو بریم جنگ اسپانیا رو شروع بکنیم، احتمالا یه المارش نمکی هم داشته باشیم و اینا هم احتمالا میدونی دیگه دیویژن رو اینا هم ندارن، 100% 8% اتریشن این و توپخورن هم که قاعدتا باید بریم. ولی چقدر اسپانیایی دارن زیاد میشن، بیاید 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 بودو. نفت هم یختی، این استرایک فورس آفرین، اینجوری باشید آجی، برتری کاملا به نفع ماست. آی 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 این ور بابا بردار اینو، مون رو تاکرگن، حکومت رو عوض کن، تو هم گم شد دیگه عوضی. خب ایول این عملا بچه رفت تو فکشن دیگه، این ایتیوپیه، ایتیوپی او با این میریم تو جنگ، با ایتیوپی هم رفتیم تو جنگ. الان من یه سوال دارم، ایتیوپی رو من جاسفای وارگل گرفته؟ دنیای عجیبیه، یه ایتیوپی زپرتی بیشتر نیست حاجی، به دریا هم چیز نداره، میره تو شرایط جنگی اینا به چخ میره. خب آقا ما جنگمون رو شروع بکنیم، هرچی که ثبات سیاسی و اینامون هم مثل سگ میریزه، این جنگ ما به منزله شروع جنگ با برادر استالین خواهد بود. آره بذار من هلمارشمو بذارم و ویدیو رو با یه هلمارش نمکی تموم بکنیم. به به چقدر هم صداش میاد، نمیاد آه میوته. خب بچه ها عملا جنگمونو با کمونیست شروع کردیم دیگه، واسه هم هیچی مهم نیست. بریم یک دو سه بریم برازم مایک رو کنم. شدار بودرات بید 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 پسر بیا خوبه برو 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 زپرتو پرتو گاوا رو ببینی؟ اینا گاوان
تمام، این هم یکم کمترش بکنیم. خوبه، این از این، این هم فکرم دیویژن های شوروی بودن که اینجا کوکتل شدن. خوبه، باشه این از برادر اسپانیش زیخش پخشیش زیخش پخش نیش چی دارم میگم مهم نیست. خوبه، بچه مسیرهای مختلف و جذاب دیگه هم داریم که قاعدتا خیلی به کارمون میاد، ولی خب آیا حس و حالش هم هست؟ این کلی زیر ساخت میده، این دونه کارخونهمون تبهمون میده. این آنکور من پوره رو خیلی دوست دارم بهم بده تا ببینیم باید چه غلطی بکنیم. دقیقا شما سه تا بیاید اینجا، تو بیا اینجا، اون یه دونم به این طرف. خوبه بچه، تو دیویژن 24 تایی هندل کردیم، مونده این create faction. من میتونم باش faction بزنم ولی یه باگی داره، من نمیتونم دیویژن واسش ارسال بکنم به چند دلیل. یکی اینکه آقا شوروی دریا رو کامل تحت کنترل خودش گرفته، ولی برتری با ماست. ولی من یه کانوی اسکورت بزنم، زدم رندت. آره زورتون نمیچربه بهشون. خب خوبه، خوب میشم. اینا دیسترویر میخوان، البته نه، از یه دونهشون رو زدن. آفرین، بهتون افتخار میکنم. خوبه بچا، ارتش سوممون داره ساخته میشه. وضعیت سلاحامون و اینام که فعلا خدا رو شکر خوبه. ما کلا جالب بودین، خیلی جالب بود. اینجوری حداقل اینو بعدا گیرمون میاد. خوبه بچه، این سیو نمکی تا اینجای ویدیو داشته باشیم. امیدوارم که از این سری هم لذت برده باشید. مثل همشه پر قرار پر انرژی، لایک کامنت سابسکرایب فرموش نشه. در اینکه اصلا ما رو حمایت میکنن گرم. امیدوارم که از این سری جذابمون هم لذت برده باشید. امپراتوری پرتغال بار دیگر ارایز میشود در برابر برادران هاچ کمونیستی. خوبه، ما بچه میتونیم تقسیم برای چهار بکنیم. دریامون رو کاملا گیاهی و تزمینی حالت سبز داشته باشیم. اینجا یکم حالا داستان داره. من دیویژن 24 تا تخلیه بکنم بیارم سمت برزیلیا که بچه میتونن اینجا دفاع رو هولد بکنن. آره چون 24 تا بیارید اینجا دفاع هم بگیرید کافیه، چون این عوضی باف میگیره، باف بد میگیره، بد میزنه دردمون میاد. جدی میگم این موضوع رو. حالا به هر حال دوباره یه سیو نمکی بگیریم و دوباره پر قدرت پر انرژی با ویدیو بعدی خواهم دیدتون. امیدوارم این عوضی زودتر بزنه. چند درصد جنگو داریم؟ آجی چه پشتو، 46 درصد جنگو داریم. اگه شوروی شکست بخورد خوب میشود، اگه شوروی بخورد نخورد بد میشود. هرچه که ثبات سیاسی هم نداریم، احتمال انقلاب های پیاپی هم داخل مردممون هست. خیلی عشقید، به زودی پر قرارد، پر انرژی و ویدیو بعدی میبینم اتون. برسی از حمایتتون.